درود، وقتتون بخیر باشه. من رضوان حسین زاده هستم، دانشجوی سال 6 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل. همونطور که می‌بینید این ساختمان پشت سرمون یه جور برند دانشگاه ما محسوب میشه و تقریباً همه‌تون دانشگاه ما رو با این ساختمان می‌شناسید. پژوهشکده دانشگاه ما هستش که کتابخونه بزرگ داره که بچه‌ها اینجا می‌تونن حالا به پژوهش و درس خوندنشون رسیدگی بکنن. ما توی این کانال میخوایم که با هم دیگه یه سری چیزا رو در رابطه با رسیدن به پزشکی، همین پزشکی و در ادامه چجوری میتونیم کار بکنیم به چه درآمدی میرسیم با اشتراک بذاریم و یه سری دانستنی ها راجع به علم و اطلاعات پزشکی میخوام بهتون بدم. پس نیاز دارم که حمایت هم بکنید که شما میتونید این کار رو با لایک و سابسکرایب و کامنتاتون انجام بدین. خیلی خب در ادامه میخوام براتون یه تور دانشگاه گردی بذارم که دانشگاه علوم پزشکی بابل رو بهتون نشون بدم. دانشگاه ما یک دانشگاهیه که خب فضای خیلی قشنگی داره، تورتون هم داریم میبینیم. بخوام براتون توضیح بدم اینکه دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 1362 تصویب میشه که تبدیل به دانشگاه بشه، ولی این اولین سالی که دانشجو میگیره سال 1364 بهمن ماه که نه تا دانشکده به مرور زمان توی دانشگاهمون تأسیس شدن. دانشکده دندان پزشکی داریم، پزشکی داریم، پرستاری مامایی داریم و رشته‌های پیراپزشکی دیگه داریم، توانبخشی داریم و پردیسای بین‌المللی تمامی رشته‌ها رو داریم که خب رشته‌هایی هستن که به نظر من خیلی کاربردیان تو رشته علوم پزشکی، ولی داروسازی رو نداریم. و چیزی که داریم میبینید خب حالا به سمت دانشکده ها میبینیم، در ادامه دانشکده ها رو میبینیم. بریم به سمت دانشکده. همونطور که میبینید این دو دانشکده پزشکی ما که بخش حدوداً 6 ساله زندگی ما توی این دانشکده میگذره، چون کلاس‌های تئوریمون توی این دانشکده و کلاس‌هاش برگزار میشه. کلاس‌های از جمله سالن تشریح که بریم میریم سراغ جسد، کلاس‌های آناتومی، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی و و و و چیزهای دیگه که در ادامه براتون توضیح میدم. میتونید فعلا از فضا لذت ببرین و ببینید که چه خبر توی دانشگاه. که 5 سال نیم تو این دانشگاه درس خونده، خب یه جور دلبستگی به این دانشگاه دارم، ولی اگر بخوام به عنوان یک دانشگاه بخوام بهتون پیشنهادش بدم، نه حقیقتا چون سختی‌های خاص خودشون رو دارن و هوا خیلی گرمه اینجا، شرجی هم که هست چون برها شمال کشور رو نزدیک به دریا، و چیزی که هست اینه که اگر مد نظرتون یه فضای خیلی قشنگه که میخواین توی فضای خیلی خوب درس بخونید، زیبایی ها براتون مهمه، سرسبزیش مهمه، اینجا بهترین انتخابتون میتونه باشه، ولی تلاشتون رو بکنید که به جای بالاتر و بهتری برسید و خودتون رو به جای کوچیک محدود نکنید. این پیشنهاد من به شما. این پوستری که پشت سرتون میبینید همونطور که نوشته اولین کنگره دانشجویی شمال کشوره. حالا بعداً براتون راجع به کنگره‌ها بیشتر توضیح میدم. و ششمین کنگره هم هستش که دانشگاه علوم پزشکی بابل قراره برگزار بشه با کار اجرایی دانشجوها. چه خب اولش به من پیشنهاد دادن که دبیر علمیش باشم، ولی از اون جایی که خب من وقت نداشتم نتونستم این کار رو قبول بکنم، ولی به جاش شدم داور این کنگره که حالا فعلا در سطح مجازی هستش و مقاله ها رو داوری میکنیم. بعد از اون که داوری مقالات شده مجازی تموم بشه، برای شروع کنگره یه سری مقالات انتخاب میشن که ارائه بشن تو کنگره که بعد به عنوان داور حضوری قراره تو دانشگاه حضور پیدا بکنیم و مقالات داوری بکنیم. دانشکده که خب یه سری از رشته ها رو شامل میشه، رشته هایی که توانبخشی دارن و مثل فیزیوتراپی، گفتار درمانی، چیزهایی که به بهبود یک وضعیت کمک میکنن. حالا جلوتر هم میبینیم دانشکده پیراپزشکی رو میتونید ببینید. حالا که پژوهشکده سلامت توی دانشگاه نیست که بخوام بهتون نشون بدم، بخش تدریس و بین‌الملل هم از دانشگاه ما جداه، یعنی یک سمت دیگه از خارج این دانشگاه و یه سمت دیگه از شهر واقع شده. حتی من اونجا رو نمیتونم اسمتون بدم، ولی جاهایی که در دسترسون باشه رو حتما توی دانشگاه بهتون نشون میدم. رشته هایی مثل پرستاری، مامایی و رشته های دیگه مثلا بینایی سنجی، شنوایی سنجی رو شامل میشه و خیلی رشته های دیگه. حالا تو این دانشگاه قرار داره رشته های بهداشت و بهداشت حرفه‌ای، مهندسی بهداشت و همه موارد دیگه.
توی خوب دانشکده خیلی خوبیه و اساتید خیلی خوبی هم داره. حتی دانشکده پزشکی بهتر هم هست چون ساختموناش تازه تر از ما ساخته شده. این هم مسجد امام علی دانشگاه ماست که خب اگر دانشجو باشید که قطعا به گوشتون خورده، اگر دانشجو نباشین هم خیلی ها میشناسنش چون به بزرگ بودن و زیبا بودن مشهوره. شهدای گمنام دانشگاه هم تو همین مسجد دفن شدن و خیلی از بچه ها رو وقتی میخوام ببرن اردو از طرف دانشگاه و اگر از سمت شمال کشور رد بشن حتما یه شب اینجا اسکان بهشون میدن. دانشگاه ما علاوه بر این که خودش یه جنگل خیلی بزرگ و قشنگه، اومدن برامون یه بوستان هم درست کردن که البته فقط مختص خواهرانه و اسمش هم هست بوستان دانشگاه. شب سنتی رو هم بهتون نشون بدم که یادم رفته بود تو اسمش تو اسم دانشگاه بهتون نشون بدم و بگم. البته ساختمونش از ساختمونهای قدیمی به جا مونده از دوره شاهه که خب تعقیبش نکردم و ازش به عنوان دانشگاه استفاده میکنن. یه سری کلاس داره و یه سری هم اتاق برای اساتید گذاشتن و برای خودش یک بخش مجزایی از دانشگاه محسوب میشه. خب فاصله هم از بقیه دانشگاه بیشتره و میتونید حالا تو ادامه ببینید تصویرش رو. به تازگی کار ساختش تموم شده، حالا قراره که کلاس های بچه ها و یه سری از بخش های عملی کارهاشون به این ساختمون منتقل بشه و حالا هنوز هم ساختش جمع جور نشده، تمیز نکردم دو اصفه ولی دانشکده دندان هم اون سمته و حالا باز در ادامه بهتون نشونه شده. خب این قسمت هم این راه و طولانی میرسه به خوابگاه خواهران که خود من 4 سال اینجا زندگی کردم و به جرأت میگم یکی از زیباترین خوابگاه‌هایی که کل کشور وجود داره. یه فضای کاملا سرسبز با حیاط‌های خیلی بزرگ. یه سری دوچرخه هم برامون تو سال‌های آخر تهیه کرده بودن که میتونستیم هر شب بریم دوچرخه سواری، ولی خب من خود خوابگاه رو نداشتم. خب خیلی خوب بود و به نظر من پایان مثبتی بود برای ماهایی که از خانواده دور بودیم. حالا هوامون رو عوض می‌کرد. پشت سر هم دانشگاه دندانه. حالا یه بخششون یکم بود بهش سخته، برای همین که فقط به همین تصویر ازش قناعت بکنیم. در پایان مرسی از این که تا آخرین ویدیو با من همراه بودیم و مرسی از این که باز هم قرار ویدیوهای منو دنبال بکنید. مرسی از این که تا آخر بودیم. حمایت یادتون نره. خدا نگهدار.